من همی تا الان یک بارم فیلتر شکن پولی نگرفتم. الان بچه ها خونه فرید هستیم با نرگس، غذا هم دیگه خودمون اومدیم اینجا با زرش پر و با مرغ. مرسی از شما. خب اینو اینطوری بذارم مشخصیم. باش خیلی دور نشستیم شما، تو یکم دوره که تو باس میگی یا نه 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 شما ها دور نشستیم. خب باش شما میبینیم تو شروع کنم میاد. بیا این نگه کن اینجوری بیا ما اومد بیا اون سر میز. نه نه اینو خب تو هم بیا اون بر، تو هم بیا اون بر، بیا خیلی این تو لایوه. آره تو هم بیا اون بر، برو بشین تو بشین من میاد. خب از من اینو نمیتونم آخه اینجوری بذارم. خب چه جوری میخوای بذاری؟ چیزی پشتش بذار. برگو فقط بگو تو دست. نه بذار این دوست آها دقیقا من رو بذاریم پشت که نیفته. باشیم. بعد فرید خودت هم پس اینو بعدا نگه. تو مثلا میتونی به چرخون. آره 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 خب. داشت صحبت میکرد فرید. آره. من میچرخونم سمتش. این الان نه الان خوبه. من هلو مو نگفتم. هلو این هم فرید این برنش هسته. خب باشه دیگه ما تو میفتی آخه بشین. آره نه باشین الان بشینه میبرم رو سهر باستا. من رو من هست کلن منم. عجب تصویر دارم. فرید آفرین بکش سمت خودت هم معلوم باشی. بذار بیاری نه نرگس معلوم نیست. بذار این نمیخواد معلوم باشی دیگه سر زور نیست که تو. نه نه بذار دوتا مو باشیم. آره خب باشه اینجوری الان اینجوری خوبه دیگه. آره بعد که فرید صحبت میکرد. آره بذار من غذا میکرد. مرسی نرسه هم دست این درم خانم. میشه جونتون میشه جان سر. مرسی جون. مرسی از خودت. آره مرسی از فرید جان. با روی باز پذیرای ما بودن دیگه. دست بخته این جانه برنج شمالی فریدینا. الان میام. چی شدی؟ الان میام. ما خیلی هم تو راه بودیم امروز و بعد دیگه اومدیم و گفتیم همینطوری داریم شام میخوریم یه لایو هم روشن کنیم شما هم ما رو ببینیم. چه شام چیه مرغه جان؟ چه حسی داری؟ چطوری بوده تا اینجای سفره؟ خیلی خوب بوده سفرم که اصلا خیلی ما رو خب با اینکه خیلی مسیر بود ما فکر میکنم خیلی سهر که دو سه ساعت راهه. از ساعت 3 ما تو راه بودیم 9 شب رسیدیم. ولی راه ولی آره اصلا مثلا خسته روح بشیم و اینا نه واقعا نه تو با هم خسته نشد بگم مثلا سندلی هاشون بری بشم نه با اتوبوس رو خوب بود خیلی راحت. پیاز بشم من نمیخورم ولی خود میخوری به دوستو البته همیشه میخورم الان نمیخورم. یه فرید هم زحمت کشید اومد آستانه دنبالمون. بیا آقا. نه
یکی میگه که سهر وقتی میره مهمونی خوب میخوره. دقیقا نه اصلا اشتها باز میشه. راست میگه. هر یه چیز رو تعریف کن. پترو رو تعریف کن. دختره خزان. آها. خیلی باحال. بچه ها خونده میره تو کانال ولی حالا میگم. بچه های این اشتر بودن. تلگرام بودن. آها. تو مترو با سهر نشسته بودیم. بعد یه خانم جوونی داشت از این گل سرینا میفروخت. بعد من متوجه سهر حواسش نبود. ولی من متوجه شدم که هی حواسش سمت ما هست. هی چشش میچرخون اینا. آخر به سهر گفت ببخشید خانم. سهر گفت بله. گفت شما سرکیانی هستین؟ بعد گفت بله. من خیلی شما رو دوست دارم، چند ساله تو اینستاگرام من شما رو دنبال میکنم. بعد دیگه همه برگشته بودن. سهر رو نگاه میکردن این کیه چیه. همه به من نگاه میکردن، به سهر نگاه میکردن. و یه خانم کناری من پرسید منر پیشه هست؟ گفتم نه، شاخ اینستا. خیلی جالب بود. معروف شده دیگه بچه. چقدر هم ازش خوشم اومد. گفت اسمم خزانه. حالا بهم دایرکت بده. اینقدر دیدی چه اینجای حالت دلنشین دوست داشتنی داشت. یه خلاصه آره بچه ها، ما شاممون دیر شد چون ما تازه نهونیم یه رو به ده بود که رسیدیم خونه فری تازه. بعد دیگه همون موقع شروع کردیم به شام درست کردم من و سم. آره دیگه ساعت چنده یا اوه دوازده. آره نمیشه ما داریم میخوابیم، شما تازه داریم شام میخوابیم. تازه رسیدیم ما یه ذره ساعتمون چیزه. ببین کیا رو پست داد؟ این دست رو دیگه از این بچه آشنا باشم؟ نه بچه ها تو کجا رو میبینن؟ واقعا خیلی چشماتون تیز هست. چی دیدن؟ چی؟ من میگم برایش میگم چی میگم برای دیگه میگم تو رو؟ خواهی یه ذات رو صحبت کنیم؟ من نه فرمون دوست بخورم برم. فرید میگه وقتی دارم غذا میخورم دوست ندارم تو تصویر باشم. خب این باشه. این اینقدر من دیدن که خسته شدم. حالا ببینم. فرید هم معروضه. بیا میگه فرید همون شمالی هست. آره. آره. از اینجا میبینید سر؟ آیا کم باشه میبینم. منم از اینجا سخت میبینم. یه ذره باید دقت کنم. نباشه دیگه خداحافظ. این باشه نمیبینم. چقدر ماست و خیارش باحال شد. غذای عجله ای شد ولی غذا خیلی باحال شد. خوشمزه شد. آره. منم تو میتونیم یه کیترینگ بزنیم با هم نرگس. چی بوده؟ آره غذا خونگی درست میکنن. من یه سوتی اولش دادم ولی دیگه برنج گربه ایم. فرید بهش گفت برنج خیس کن. رفت دونه برنجا رو خیس کرد مال گربه ها. دیدم قیافش یه جوری گفتم شاید برنجاشون این شکلیه. بعدم قد میکشه. چقدر میخواد قد میکشه. میذاریش این خواب نمه. همه میگم هر خیلی فکرم که تو خواهر منی با. چون که اون استوریا بود مثلا نمیشه اون که زندگی خب عکس مینا اونجا نبود دیگه در منزل خواهرش چیز تو باشه. نه نرگس خواهر من است ولی خونه خواهر من اومده، خونه مینا اومده.
میدونی چرا؟ چون خوارت نبود تو لایف فکر کردم مثلا آره. نه تو لایف بود نه تو عکس ها دیگه آره. اشتباه کرد دیدی پس من کار خوبی کردم اونجا دوربین انداختم روش یعنی چجوری میتونستم ثابت کنم که مینا هست بچه هایی که این سمت ها هستین اگه دوست داشتین میتونیم قرار بزنیم همون ببینیم مثل اونده بند شما اومده بودی میدونستم چی بود؟ الان این رو میگی چی چی؟ اون سری یکی چی شد؟ قرار گذاشت با ما نمیدونم اومد بعد خودشون معرفی نکه یه خلاصه داستانی شد من برای مهم نبود ولی فریدینا بهشون برخورده بود یعنی چی اومد خوش معرفی نکرد؟ یعنی اومد اینجا ولی خوش معرفی نکرد؟ نه گفت مثلا من ترکم گفته بودی گفت من کجا هستم ترک مثلا اومده بود تو اون گفت کارگرم کارگر آره. ساختمانی هستم من ببینم شما رو ما رو دیده بود ولی مثلا نیومده بود ما رو دیده بود ولی چیکار کرده بود؟ خوش عزت به ما هم دیده بود اینو یادو یاری میافتم کیه؟ کی بود؟ محسن عربی نه کی؟ تهران تراشکاری داری کیه؟ کی؟ کارخونه تراشکاری داره میگه آه چیز رو میگی شایان رو میگی شایان میرحمدی خط میشه دست من دارم آه یادو میافت چی میگفت؟ تو مخواستی بری پالوش گفته بود آه گفته بود که برنج اون نه تو مخواستی بری پلوش گفت من دیگه. بستری شدم بیمارستم از استرس آه بود آره آره راست میشه یادش من یادم نبود آره که اینقدرم ترسناک نیستم ولی طرف بیمارستانی شد استرس من گرفت رفتم بیمارستان بستری شدم خودش گفت دیگه دارم داده بودم آها بزرگی آدم تازه هنوز تو رو ندید اگه میدید نه دید خودش دوست داشت مثلا ببینه که خودش دوست داشت خودش دعوت کرد خود مثلا سهر بیا و دوباره پیام داد گفت که زیبا من اینقدر استرس گرفتم رفتم بیمارستان سرم زدم از استرس زیاد اومد خونه مرناز خیلی تو حالت خوبه الان قشمش نکردی برای دینا قبلا پشت سر گذاشته نه قبلا نمیشه ولی امشب میخوابیم یعنی حسابی حالا تا صبح اگه پلک زدیم من صبح بیدارت کنم باشه باشه باید بیدار شده دیگه بیدار شده این پارک زنگلی بریم به طرف پارک زنگلی واقعا من میام مسافرت واقعا دوست ندارم مثلا بگم زیاد بخوابم دوستان زود پاشم اینجا شما درست رطوبتیه مثلا سر صبح نمیتونی مثلا زود بلند شی ولی تهران راحت بلند میشی خوش به دیگه اینجا رطوبتیه ولی ما سعی میکنیم من همش بیدارم هفت شیش بیدارم شیش رو صبح حواستان باشه نذارم امشب شما دوتا بخوابی صبح نه نه نمیخواد بکنم شایان یکی دیدم نه چی شهناز نمیشه بر این مجید صورتی یا همون مجید مقدم اینم یکی از اون کساییه که خیلی میترسه منو ببینه ترس داره من گره حالا من هم هر که نزدیک میبینه مثلا میگه این نیم وجب آدمه چیزی حالا یه ذره تو اینجا باید میفته ولی آره با سمیرا در ارتباط هی گفته بود که سحر رو ببین پرو نه آمادگی شد باز مجلس صورتی مثلا برسوی برزش کنه آمادگی پیدا کنه باز مجلس صورتی مثلا کسی ندیدینو ولی اون شایان چرا این حرکته کرد گفت استرس که بیمارستان خوابیدم
ببین شایان جدی هم میگفتا خوبت شد الان شدی مسخره هم نه مسخره نه بهت مثلا میندازن نه مسخره نمی کنم میخوام بگم یعنی مثلا مسخرش کن مرز... بابا اشکال نه بابا یه مرد مثلا میتونه خاطر یه عدیم دارم مسخره نه بابا ببین مجید مقدم چی گفته ببخشی آقا الان این میکنه تو چشم اونا این میخواستم نه نه مجید خودت از کامنت اسکرین بگیر بعد نه ول کن میخواستم این چی گفته همیشه من توی لایبت میام ترس دارم به قرآن گفتم این چی گفته ترس چی بکردیم دیگه بهت برخورد گفتی میخوام قرار بذارم نه الان اصلا چه کامنتی دادم برنج کم بودم؟ نه هست با آقا نه نمیخوام بده بکشم میگه مورد مونده بده بکشم یه مقدار زیاد باش خودم این بار باشم ببینم که رو فرش دادم از اون نمیدونم دیگه اوکی چه سمیرا باشه بسته بسته چیز نه سمیرا نیست بسته بسته آره 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 زیاد بسته زیاد نرید بسته باری به خودتونم برزین من که دیگه نه من برنجش آره برنجش خیلی برنجش سنگینه یعنی چیزه این برنج نه کود زدیم نه چیز کود ولی چیز نیست دیگه چه میگم چیزهای شیمیایی نزدیم شیمیایی نزدیم مثلا بعضی کود میزنن کود خیلی محصول میگیرن وای چه چوله کلن برنجای سالم باید سنگین باشه طرف میخوام مثلا زور میخوریم میخواب ازم خواب میارم برنج کلن آره مثلا همه علیش بریده مازم داره نیست فردا کجا بریم جنگل؟ هر یه پار جنگلی دیگه جنگل داره همون چیست دیگه پل چوبی آره فردا پل چوبی پس بردن میریم این در طرف اتریز پس بردن مخصول پای جنگلی هم جلال بذاریم شاید بلو چوبی خوش گذشت میسریم نه میدونی فرید که خیلی خوش گذشت یکیشون دریایی که رفتیم پیمان تیو با برد رفتیم باید بود؟ آره بعد آبش گرم بود و آب مثل آب استخ بعد یکی دیگه هم اون شبه بود که تو تاریکی رفتیم کنار دریا با سارا و من و تو و سارا و پیمان و بهیب بودیم کنار دریا باشدیم هیچ چراغی نداشت تو سارا رو میدیدیم میگو گریب چیزیه آره بری فکر کن مثلا تاریک تاریک بودا هیچ چراغی اونجا نداشت هم تو دریا خیلی باهم اون ستاره باید چه چیزایی میاد آره راست میگه ببین یه چیزایی مثل یه چیزی میچرخیدم تو آسمون به خدا این بیمونم تاریک بودیم دیگه تو من رو فرید کلی آدم فضایی بدیم اینجا یه چیزایی بودم تو آسمون نه ولی واقعا آره آره یه چیزایی بود مثلا شب نرگس علکی میخندیم نه علکی میخندیم خدای اگه مخالفان نباشن هیچ جا همین دیگه موافق که نداریم برای مخالفان هیچ یعنی اصلا موافقه ها جورت ندارن کامنت بزنن اصلا چند نفر هستن دفعه باید 460 نفر 400 نفر مخالفان درسته؟ چی؟ 400 مخالف هم خب اگه نبودیم ایشون 60 نفر همون دیگه اون 60 نفر هم خب
یعنی مثلا باید باشم مخالف ها اون 60 نفر هم میدیدی مخالف میشدن دوباره آفرین نمیشه که ولی خیلی جالب میان آخه بابا نمیخوایی ببینیم نه یا دیگه چرا میای بعد بگم چرا مثلا این کار میکنم بابا کی فوش بده نباید باشم فوش بده ولی جدن حالا درسته توی مثلا کامنت ها اینا خیلی آدم خوشونت میبینه از این استگرام ولی من تا به حال خیلی شده که مثلا از فالوورا مثلا تو بیرون دیدم یعنی به جز محبت هیچ چیزی نداشتن تا حالا یعنی واقعا همشون خیلی با مهربونی محبت چیز حالا ممکنه از خیلی کسا مثلا بعدشون اومده دیدن چیزی نگفتن آخه ببین رو در رو که نمیتونم همین حرفایی که مجازی میزنن و بزنن آره دیگه من جرشون میاد گیره تو بردم تو پرشه چون بودیم کامنت رو بیا بریم ببینم خلاصه حواستون باشه اگه مخالف ها بیرون آدم رو دیدین نه اینکه مثلا خوششون نمیاد تو لایو هم هستن خیلی جالب خب اکثر توشون هم پیروزن هم پیروزن میزن سن بابا هم من فکرم جرات ندارم از خوششون یه اکس بذارم نرگس رو میبینم میان همه حرف میزنن ولی جرات ندارن از خودشون یه عکس بذارن مثلا خیلیشون میگن نگیس تو چطوری الان بچه ها تو گذاشتی اومدی مثلا بچه ها آخه بچه های من کوچیک نیستن که 5-6 ساله و کلاس اول و دوم نیستن که همه شو نیست دو روزه همه شو نیست دیگه خب اصلا اونم هیچی پسر بزرگ من 15 سالشه کوچیکه 12 سالشه خودشون درساشون رو میخونن من واقعا از کلاس اولم که بودن خیلی اینجوری نبودم یعنی همیشه خودشون میخوندن من نظارت داشتم ماهان یه خورده بیشتر باید باهاش چیز میکردیم ولی فرهان همیشه خودش خونده همیشه یعنی اصلا نیازی نبوده دیگه. که من خیلی بخوام دیگه نقطه ضعف چیز دیگه نمیتونم بگیرن آره ولی الان هم خب دیگه درسشون خوندنیه بچه که نیست نه اگه شما بچه هاتون رو تا 18 سالگی میشین بالا سرشون که درس بخونن اون مشکل از شماست من بچه‌هامو یه جوری بار آوردم که خودشون مسئولیت پذیرن که کار خودشون انجام میدن حرف میزنه خودش بدتره بچه‌ش بدتره خودش هم شاید خبر نداره از بچه‌ش یا سال یه بارم خبر نداره پسر من باشگاهشو میره کسی که کلاس طراحی میره حرف میزنه خودش عقده‌تره بعد نگز بچه ها مثلا مخالفتی نداشتن بگن مثلا من رو چرا داری میدید همین چی؟ نه واقعا خودت دیدی دیگه همین میدونم رو میکنم برای اونا بگیم نه بیا با هم صحبت کنیم من میبرزم که تو برای بچه ها بگیم نه مخالفتی نداشت بگیم من و حمید با هم رفیقی اصلا اینجوری نیستش که حالا این چیزی که برای شما جا افتاده که شوهر باید بیاد بالا سر زنش نکن نرو اینجا برو اینجا نرو این برای شما هست ما اینجوری نیستیم ما رفیقیم اگرم قرار باشه یعنی تو همه چیز با هم مشورت میکردیم همیشه یعنی ما الان 18 ساله 19 ساله که ازدواج کردیم همیشه نظر همدیگر رو میپرسیم مشورت میکنیم و با مشورت همدیگه به یه توافقی میرسیم که کاری رو مثلا انجام بدیم انجام ندیم و هیچ وقت هم اینجوری نبوده من به اون بگم نه نرو مثلا جایی با رفیقت نرو بیرون با دوستت نرو اینجوری نکن یا اون بخواد بهم بده ولی چرا مشورت میکنیم با هم مشاوره میکنیم حمایت میکنیم از همه چیز مهمتر حمایت از نظر من حمایت درک کردن حمایت درک کردن حمایت واقعی حمایت درونی حمایت قلبی اون غیرتی که شما ازش حرف میزنید که انتظار دارین شوهر بیزنه در گوش زنش بگه این چه لباسی
دیگه پوشیدی اینجا نرو با فلان مرد حرف نزن. این برای شماست. از نظر من غیرت، حالا من غیرت رو خیلی قبول ندارم، ولی اگر بگیرم بخوام معنیش کنم، از نظر من غیرت یعنی این که یک مرد تمام تلاشش رو بکنه که غم تو دل خانومش نیاد، اشک تو چش خانومش نشینه، تمام تلاشش رو کنه برای آرامش و امنیت همسر و فرزندانش، حمایتش کنه، درکش کنه، تو شادی و غم کنارش باشه، اگر زمین خورد دستش رو بگیره بلندش کنه، سرکوفتش نزنه، همه جوره کنارش باشه، رفیقش باشه، همراهش باشه، همدلش باشه. من و حمید اینجوری، من حداقل با هم، یعنی این چیزی که من میدونم و بخوام یعنی تعریف کنم غیرت رو، این معنی رو میده و همیشه هم با هم این شکلی کنار هم بودیم. حالا میخوای یه کوچولو فرید رو بگیر. من نمیدونم بخورم بدم. نه. ماستش رو فعلا داره میخوره بچه هم تموم نشد. آخه حمیدم با فرید باشو نمیاره. تلفنی صحبت کردن، میخواستم راجع به اون بگیر. آخه به خاطر چی؟ خود حرف اونا. نه به خاطر حرف اونا رو تعریف کنی. تعریف چی؟ اینجوری. مرسی، خیلی خوشمزه. این برنجا رو بذاریم برای چیزا میدی؟ گوگاه ها. سمیرا تو لایو هم؟ نه، سمیرا نیست، اگه رو می آوردمش. باشه فرید داره غذاشو میخوره، میگه غذا تموم شد نشونم بدین ها. میگن فرید کجایی؟ من هزار بار دیدم منو گاهی. باز میخوان ببینن تو رو، دوست دارم. کجا دوست دارم؟ چرا این تیسه؟ آها بکنم الان. نه آلارم بذار برم قطعش کنم. آلارم چیه؟ مال اسمس و اینا هست معمولا هم با اشکال ندارم. آره. میاد دیگه ایشان هم اینترنت هم چیزش اومد که بایسته اونو بذارم شست روزه. خیلی خوب فرید جان، من باشو خودم بدم میام اون در پلیسه میشه. والا فردا از پس فردا هست نگاه لایف میزنیم ما ببین که خب تموم شد. یه یه دارم تو سو بچه این هم فرید بیا فرید یه ذر با بچه هم سلام بایستی. من کامنت نمیبینم که سر تو بخون به من بگو دیگه. نه کامنت هاشونو برکن تو بخون به من بگو دیگه، باید کامنت ها رو ببینم جواب بدم. خب تو صحبت کردی با حمید چی گفت؟ حمید آقا؟ آه نگفت میاد تو رو میکشه؟ نه راه خیلی انسان خوب با محبت باش صحبت کردم، گفتم یک از شما می اومدیم، گفت باشه میام. آب شیر باید بدم دیگه چی بگم. دست بخت من نرگس خوب بود، خوشمزه بود. آره حرف نداشت، دستون در نکنم. مرغ و زحمت کشیدم، برنجم خودشون زحمت کشیدم درست کردم. مرسی از شما. من از اینش حالا بچه ها در مورد اون مشکلی هم که من براتون گفته بودم خیلی میگین تو کامنت یا سوال میکنین، من افسردگی نداشتم خیلی، من دچار هم داشتم ها، ولی بیشتر مشکل من این بودش که دچار حملات پنیک میشدم و این حملات پنیکم بعد از یعنی در من وجود داشت، یعنی توی این اتفاقات ایران کلن من حالم اصلا ریخت به هم، یعنی نگم بهتون دیگه، اصلا یه نرگس دیگه شدم. بعد که اون اقواممون فوت کرد، اونم کی بود انقدر براتون سوال پیش اومده؟ شوهر دختر خاله حمید.
که به طور بد کی این اتفاق افتاد. من از ختم پدر بزرگم، پدر بزرگ پدریم برگشتم خونه، یعنی رفتیم به عشق زهرا برگشتیم خونه، فرداش یک دفعه به ما خبر دادن که فلانی فوت شده. انقدر ناگهانی بود، یعنی همه شوک شدن، نه فقط من، واقعا نه فقط، یعنی اصلا نگم بهتون، جوون بود، سرحال بود، واقعا یه چیز عجیب غریبی بود. خب بعد دیگه بعد از اون دچار حملات پنیک شدم، ترس از مرگ، یه جورایی مثلا پوچی و اینجور چیز، مثلا زندگی پوچه و این چیزا که همش از علائم همون بیماری پنیک هستش. این بوده جریان. مثلا اینجوری نبوده که من حالا بشینم زندگیم بمونه مثلا هیچ کاری نکنم فلان. مثلا یه دفعه یه حالت مثلا تنگ، یه دفعه حالت از ترس شدید به تنگی نفس گرفتم. حالا نتونست همین الان مهمون ما رفت، یعنی این هم سیمون خود میتره بهتون. آره خیلی خونه خوب و این یه خونه دیگه شونه، اونی نیست که تابستون اومده بودیم، این خونه خودش. آره دارن اینا حساب زیباه خیلی که من نگاه نمی کنم خوب کاری بکنی نگاه نمی کنم پشت دوربین بود به هشتی با نیست پردی یه میشناسی که دقیقه داره با پردی صحبت کنم اونجا مشخص نمی کنم خوبی فردی جان اینو نگه تا من داره بکنم خبر همه چی خوب؟ سلام خوبه. همه چی خوب عالی. مرسی. قد خوبه. نه دو تا خانم خوشگل مهمانه ده. آشپزی کردی براشون؟ قد پختی؟ آشپزی خودشون کردم. آشپزی خودشون کردم. من قبل از اینکه بیاد بهشون گفتم چی می‌خوری من درست کنم، گفت نه تو زحمت نکش من خودم میام، خودمون میام درست می‌کنیم. گفتم باش. چی درست کردن؟ چی گفتن؟ مرغ درست کردم با برنج. ما دو تا بادمجون داشتیم، دو تا بادمجون، 5 تا سیب زمینی کوچولو داشتیم. بیا دو تا بادمجون با 5 تا سیب زمینی کوچولو که با پوست عکسش هم گذاشتیم و اینا مهمونی دادیم. ها چقدر خوشمزه بود. یعنی حضرت عیسی مایی. درست. آره. البته ببینید فکر کنم زیا فرار کرد گشنش بود. ما پا. خیلی خوب بود. میگه همز را تهیز کنم فکر کنم زیاد فرمور کرد رفت پشت پرده. کی؟ همچین که رفت پشت پرده راستش میکنم یه زرم پشت پرده ولی اومد دید یه این برگشت که برای بهروز نگه دارم، گفتم نه ما عوضی میشیم بعد. من دیدم خیلی کمه شما روش اومد گفتش که اینه یه انقدر بادمجون مونده بود بعد این گوش میکنم زیبا تخمق بندازم. بعد اومد گفت تو یکی قابلمه چیه درش ساعت میزنیم اینترنت هم شارژ کنم میترسم نه بشه. ببین داستان اینو تعریف خواهیم کرد فردا تو لایف. حالا برو مرغ بالاخره بهروز میگم غذا خورد بالاخره چی بریم خوشش اومد انقدر خوشش اومد
بعدش گفت وای چقدر صمیمانه چقدر خوب. گفتم این بیچه رستوران خیلی بهتر خوبیه خیلی اصلا عاشق انقدر که دیگه آخر سر گفتم پاشید من برم بیرون. سفره مونم شده مثل وحید، هرچی آدم دید دخت خانما رو دید تو ایران ما هم فقط آقای خلاصه خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت، غذام عالی. بعد برامون گوشت آوردن، ما میخواییم گوشت و این میخواییم گاله یه فکری درست کنیم، گوشت و استخون برای اینکه ببریم برای فرانکفورت هم غذاییم. اول خودمون میخواییم بقیه مالش رو ببریم. خلاصه اصلا حضرت عیسی سوء تفاهم بود در برابر ما. درست بود. زیان بفرمان به زیان یه پیام بده بگم جریان چی بوده. موقع رفتن گفتن که من علم مجبوری شام خورده با ما کار مجبوری تصمیم هم میرفته بود چی میرفت خلاصه فرید حالت خوبه؟ نه سیرت نیستم خوبا عالی عالی ما باری بهترین فرید گوش نمونه سیما خیلی خوبه سیما خیلی از حرفای سیما من یه چیزی تصور کردم، حالا میگم شما ببینید درست کردم یا نه. شاید این قضا بعد زیبا همیشه میگه اول به خودمون فکر میکنیم، شاید فقط زیبا سیری شد خودشون تازه من مشغول بودم زیبا خودشون ما خواستم بگم باید لایو رو ببینم. خلاصه شما خوشمزه بود غذاتون ها؟ هنوز نخوردم. نه من هنوز نخوردم. آره نه ما خوردیم. خوب شده بود. آره تعریف نباشه خیلی خوب شده بود. یه نخوام تعریف یادشه. احساست به نرگس چیه؟ احساس خوب، خیلی خوب، عالی، دختر خیلی خوبیه، خانم خیلی خوبیه، آره با محبتیه، خیلی خوبه. کار کردی اینو نیان نشد، آره؟ کار کردی اینو نیان نشد، آره؟ اون پر از تو خونده نیام کجا نیام؟ اینو مزه اینجا بذارید بچه هایی که اینجا هستن من لو بدم. حالا قبل از اینکه بلاک، هر روز آخر بلاک کردم، حالا از امروز آن بلاک میکنم. رسیدی به حالا چیز میگفت شقایق میگفت جدی هم میگفت نرین برو خدا نرین کیاشر، شما برین کیاشر فرید دوره میاد. نه این باید دیگه من میخواستم به فرید بگم اگه دوست داری بیا تو گروه، من به زیبا میگم بیای تو گروه. الان خودت هم ریموف میکنه. من این آنبلاکش کنم. کسایی هستن تو گروه که همچین کارهایی نمی کنم، ولی من بیرون از گروه هستم بهتر از اونا دارم، بس بیرون باشم بهتره، درسته؟ ببین بچه ها بذار لو بدم، اینا نمیشه. این اومده بود فرید زیبا، من هم مثل تو صادق هستم، من حرف دلم رو میزنم، من یک احساسی پیدا کردم. من بیا اینجا، بیا چشمتو بیاریم بر کجا احساسی پیدا کردم. خب این احساس پیدا نکرد احساس من در حدی رسیده، میخوام ببینمش.
بعد من سرین رو فرستادم به چیز به گارکانال تنکیو تنکیو مرسی مرسی تنکیو تنکیو بعدش گفتم تنکیو تنکیو اینا گفت اینا گفت من هرچی بگم ما میریم میخواد مثلا حمید رو تحریک کنه که من یه حسی پیدا کردم بعد گفت تنکیو تنکیو سهر و نرگس نرگس گفت حالا که اینجوری شد زودتر میرم فرید فقط بدون که فقط برو خیلی شاکر باش خوشحال باش که تنها نیومده داشت تنها میمد نه دیگه زیبا من گفتم از اولم من تنها نمیرم با سحر میرم چون علکی میگی نه دیگه گفتی تو علکی میگی من گفتم نه نگفتم گفتم من با سحر میرم اگه سحر نگم نمیرم پیاشتر من میخوام برم مسافرت تنها منم گفتم زیبا میخواد تنها بیاد من میتونم کمک کنم بهش تو شمال همین درسته؟ پیاشتر نگو گفتم با شمال آها اول نه اونو نگو گفتی مثلا میخوام خلاصه الان با یه کوله پشتی و سحر همه جا فرید میخوای بیای تو گروه؟ چهلا نه بعدم بهت میگم شد خطر از اینجا رد شد میخواستم شرطشو بگم فرازه نه نرگس فراز پسرش نرگس شرطش این پولمول نیست که اینو بده جریمه بده شرطش مخصوصه اونم فهمید تلپاتیش قویه گفت فعلا نه آفره باید شرطش چیه؟ حالا شرط انجام داد اینجا با فراز صحبت کنیم فهمیدون چی گفتم فراز پسره فراز پسره بیا تو لاب بیا تو خونه با شما آشنا بشه بشینه ببینید شما باشه این پسر رو ببینید چرا نمیاد؟ آره بیاد حرف بزنه منم باشم وقتی اومد نه دیگه با ما صحبت پسر چند سالش همون بود که پسر پدر وحید رو در بیاره من دارم میام خیلی خواستم پدر وحید در بیارم کدوم گفته بود نه پدرشو نه شلوارشو در بیار نه وحید اضافه کرد خیلی حرفا رو وحید خیلی حرفا رو اضافه کرد خودش ما دیدیم فرید خیلی دلش از وحید پره یعنی از همین ما نشستیم تو ماشین تا غذا حاضر شد وحید گفت انقدر دلش پره حقیقت رو گفتم خیلی چیزا رو بد نمیگه زیبا برید خیلی چیزا رو بد نمیگه خیلی چیزا رو بد نگو نه خب تو بگو ما تو داریم میگم حالا فردا هستم پس فردا هستم دو روز هستم میگم حتما میگم شما هستیم آره حتما میگم آره راجعه باید حتما میگم فردا خیلی چیزا رو وید به شما نگفت خیلی چیزا رو به شما نگفت وید خیلی چیزا رو به شما نگفت خیلی چیزا رو نگفت فقط همین جمله رو گفت که پسرش به من فاش داده این حرف شد 15 با خوشی با خرمی رفتی من روز آخرم چیه این چمدونش رو گذاشتم رو دوچرخم گفتم تو زمان نکش گذاشتم رو دوچرخم بردم رسوندم تا ترمینال یعنی تا آخرین روز این کار برایش انجام دادم چه رفتی داری به فرست اینا رو که ما میدونیم الان مثلا سیما خانوم مثلا پسرش دخترش یا بچهش یه حرفی میزنه چی رفتی به سیما خانوم داره حالا سیما پلی شماست چی رفتی به اون داره خیلی رفت داره وقتی پسر ایشون
به من فوش میده ما بگیم رفت نداره. من نشنیدم فوش رو فوش من نشنیدم. باید همه چیز زد میکنه باید اونم زد میکرد چه زد نکن. شما میگیم مدرک بیار مدرک شب. حرف نباید بزن. سحر چی بوده؟ سحر الان بگی. پارسال مگه سحر باید پسر من ندید؟ پارسال تو دیدی درسته؟ من کجا تا پیامو بکنم بود نه. تو پارسال پسر من دیدی درسته؟ خب هر حد یه سلام علیک. منظور خوب بود دیگه. آره به هیچ بهترام نمیشه. اشکال نداره. ما شما داری میگی که بیاد چی؟ خب اب نداره دیگه. ما اگه ما شما امیدواریم حرف تو درست باشه. ببین ویدو به قول معروف نونور بار آوردی. نونور قبول کن دیگه. نونور بار آوردی نونور. پسر ولی نگاه کن ما کلیگویی تو رو خیلی وقت شنیدیم. موردی میاد در مورد فراز من حرفم رو زد. خیلی حرف دارم بزنم راجبه. خیلی حرف دارم. میگم که چرا گفت. آره. خب یکش الان بگه. نور بار. آخه من بخوام بگم تو الان میگی من میرم از لایف میرم. از لایف میرم بیرون از لایف. نه همینو بهش بگو که من بهش گفتی که باید بزنه مثلا از زیبا بگه ولی با تو حرف نمیزد. اینو بهش بگو. میگه من به وحید چندین دفعه گفتم که وحید میشه با من صحبت کنی مثلا از زیبا برام بگو از گروه برام بگو. میگه هر سری به من هی میگو الان وقتش نیست بعدا اصلا با من حرف نمیزن میرفت سرش تو گوشی هیچ وقت با من حرف نزده. خب این یک خب. بایستا این یکی چیه؟ خب نخواسته حرف بزن. خب. زیبا خب. یکی دیگه هم از وحید نزد گفت از وحید از زیبا به من بگو. زیبا اینجا همیشه با تو بود دیگه. از زیبا چی بگه؟ زیبا تو لایواش هست زیبا کتاباش هست زیبا همیشه از زیبا بیا به من بگو. وحید که میگه من زیبا رو دوست دارم باید از دهنش هم بشنوم دیگه. یه دوشم نگفت نرگس اینو مورد میدونی تو؟ نه دارم چیزایی که گفت بهت میگم زیبا دارم میگم چیزایی که گفت. همین یه مورد به نظر تو ایراده؟ ببین من با سحر حقیقتشو بخوای مقایسه میکنم. ببین من الان چقدر با سحرم مدت طولانی هم بودم مثلا. ببین مقایسه همین نظر خودت رو بگو این مورده. من دوست دارم من اگر باشم ناراحت میشم. دوست دارم وقتی بابا از یکی سوال میکنم با من حرف بزنه. من چندین دفعه شده در مورد هر چیزی از سحر پرسیدم همه کارشو گذاشته کنار کامل با من صحبت کرده حرف زده. یه چیز بگم خود من با تو همیشه یعنی تایمایی که داشتم خیلی هم انرژیم اوکی بوده هم مثلا سر حال بودم که گفتم وگرنه خیلی از این بچه هایی هستن ممکنه الان بیان بگن که مثلا ما فلان چیزو به سحر گفتیم سحر مثلا جواب نداده یا مثلا گفته حالا الان نمیخوام راجبش حرف بزنم یا بعدن باشه. خب این بستگی به مود و چیز آدم هم داره و خب اینی هم که زیبا گفت به نظر من راست میگه برای که فرید خودش هم کتابای زیبا رو خونده هم با زیبا در ارتباط بوده مگه اینی که سوال مشخصی داشته باشه که مثلا آره. شما زیبا نزدیک دیدی مثلا اینش چجوری اونش چجوری به من الان یکی بیاد بگه راجب شما یه کلمه به من حرف نزد راجب شما در صورتی که به خاطرش یادت یه هفته اونجا بودیم تو خونه خواهرم بودم بعد اومد به تو میگه که کلید خونه رو در بده خب به من بگو چرا به تو زنگ زد مخفیانه صح. مگه یه مورد که وید مگه بچه اول یه مورد بریم که یه مورد بریم همین مورد من یه مورد میخوام فردا میام الان که ساعت 10 و این وقت شبه من یه مورد رو خواستم. همین یه موردی که گفت از نظر من این که نخواسته که این ما این یه مورد فردا توی لایو صبحانه شما میشنویم مورد مورده رو سر
یه به سفر میدم، نمیخوام حالا بحثای کلی نمیدونم زیبا این نونور بار اومده، این نمیدونم سوسول بار اومده، این اینا برای به درد ما نمیخوره. از این پرس کلی صحبت میکنم، کلی صحبت میکنم، مورد مورد این در این رابطه نمیدونم راجب راجب رایلی رش رایلی رش چی به احترامی بهش گذاشت؟ هیچ به احترامی داخل داروخانه بهش نذاشت، هیچ به احترام، من بودم دو ساعت باش بودم، هیچ به احترامی بهش نذاشت. خب برای چی؟ نتیجه اومد دلگیر بود از رایلی، با شما لایف گذاشت، از رایلی دلگیر بود، چرا دلگیر بود از رایلی؟ باشه، حالا تو سوالت در مورد اینه که مثلا از رایلی تو الان در نه تو 15 روزی که با وحید بودم من خیلی حرف دارم بهت بزنم. باید حرف بزنم. فردا شما همین خیلیا رو یک 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 دو سه از این خیلیا پنج مورد رو کنکرت مشخص بررسی کنیم. ما نمیخوایم که خیلی 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 بگیم. مرسی. ولی شرط اومدن ایشون توی این که گروه اگه خواست بیاد، حالا که فعلا الله شما هستید، من فعلا آن بلاکش نمی کنم، من اگر خواستش که بیاد من با فراز رو شرط میذارم. همین مشکل نداریم. بای بای باش. حرفی نداری بیاد خوش بگذاره. شبه فوزی هم پیشتونه؟ چی؟ که هم صدای فوزی اومد. فوزی پیشتونه؟ نه. آها باش. آره رفت. نه دیگه چیزه دیگه، تایم لایومون هم زیاد شد. نه کسی از بچه‌ای که میشناسیم کسی اونجا بیاد، اونجا هیچ دلگیری نداشته باشه، با خیلی محبت، همه با احترام با محبت و میگفت